به نام خداوند بخشاینده و مهربان سلام بر شما بیننده و شنونده سنشال افغانستان هستیم امروز 9 مارچ و برابر با 18 هود است توجه شما جلب میکنم به مهمترین خبرهای افغانستان از کشته شدن والی طالبان در بلخ تا درخواست ایران برای تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان اما خبرها را از یک خبر فوری در ولایت فرا آغاز میکنیم به گزارش روزنامه هشت صبح رئیس صحت جامعه طالبان برای ولایت فرا هنگام برقراری رابطه جنسی خارج از ازدواج بازداشت شده است. منابع در صحبت با روزنامه هشت صبح گفتند که مولوی زیاالحق دشتی رئیس صحت جامعه طالبان در ولایت فرا روز چهارشنبه هفته و محود هنگام برقراری رابطه خارج از, از ازدواج در مقر این ریاست بازداشت شده است. منابع اضافه کرده است که گروه طالبان فرشاد شکوری مدیر مالی و اداری این ریاست را نیز بازداشت کردند اما تا به حال مشخص نشده است که این دو تن توسط کدام نهاد طالبان بازداشت شدند و خانمی که با او رابطه جنسی خارج از ازدواج داشته است از کجا بوده است آیا در ادارات بخش صحی کار میکرده و یا از مردم عام بوده است طالبان تا به حال بگونه رسمی در این مورد اظهار نظر نکردند ما این گروه معمولاً فساد اداری و فسادهای اخلاقیشان را که به اوجش هم رسیده است پنهان کاری میکند پیش از این نیز رئیس مبارزه با حوادث طبعه طالبان در ولایت فرا به اتهام زنا بازداشت شده بود طالبان در حال این افراد خودشان را بازداشت میکنند و این جنایت هایشان را پنهان که اگر مردم عام را ببیند که از یک مسیر مرد زن میروند یا حتی برای خرید به بازار آمدن به اتهام رابطه نامشروع بازداشت و در ملای عام شلاق میزند اما تا حال با وجودی که بارها مقام های این گروه در هنگام زنا بلفل هم بازداشت شدن هیچ کدامشان مجازات نشده است طالبان تلاش میکنند این افراد رو بازداشت کنند ولی به نحوی مشکلات را پنهانی حل کنند و حتی اجازه نمیدهند که رسانه ها از این خبر واقف شوند کشته شدن والی طالبان در ولایت برخان هم در دفتر کارش واکنش های فراوان را در داشته است صبح امروز یک مهاجم انتحاری وارد دفتر ولایت بلخ شد و با انفجار مواد جاسازی شده در بدنش داود مزمل والی و حداقل دو مقام دیگر طالبان را کشته است زبیح الله مجاهد سخنگوی عمومی طالبان در تویترش نوشته است که تحقیقات درباره کشته شدن والی این گروه در ولایت بلخ آن هم بر اثر انفجار در دفتر کارش جریان دارد مولا داود مزمل در ماه میزان از سوی طالبان به عنوان والی بلخ تعیین شده بود از او به عنوان یکی از مقام های نظامی ارشد طالبان یک قاچاقچی معروف و بزرگ و از حلقه نزدیک به ملا الله نام برده می شود همچنان گزارش وجود دارد که او با ایرانی ها جمله سپاه قدس رابطه داشته است تا هنوز هیچ گروه و فرد مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است بسیاری از شهروندان کشور از کشته شدن او ابراز خوشحالی کرده و ابراز امیدواری کردند که گروه طالبان یا اصلاح شوند و یا یکی, یکی گونه از بین برود به باور شهروندان کشور طالبان جنایتکار و تروریست هستند و لیاقت حکمرانی بر مردم افغانستان را ندارند کارشناسان کشته شدن داوود مزمل را به اختلافات درونی طالبان رب دادند از دید کارشناسان به احتمال فراوان دست شبکه حقانی در پشت این ترور است و گزینه دیگر نیز دایش است به باور کارشناسان اگر کار شبکه حقانی باشد در آن صورت منتظر ادامه ترورهای انتقام جویانه بین اعضای طالبان خواهیم بود شماره از اعضای پارلمان استرالیا با جمعی از فعالان جامعه هزاره در این کشور تشکیل گروه دوستان پارلمانی هزاره ها را اعلام کردند. این گروه که آغاز کارش به صورت رسمی در مقر پارلمان استرالیا آغاز شد متشکل از 20 نماینده مجلس و سنای استرالیا و شماره از فعالان هزاره مقیم استرالیا است. اندرو چارلتون نماینده ایالت نو ساوت ویلز در پارلمان و عضو حزب کارگر استرالیا که ریاست این گروه را بر عهده دارد در این نشست گفته است که گروه دوستان پارلمانی هزارها متشکل از قانونگذاران کنونی استرالیا است که دست به دست هم دادند تا جامعه هزاره حمایت کنند و برای تحقق خواسته های مشترک کار کنند و تاکید کرده است که این روش است که رابطه هزاره ها را با پارلمان استرالیا نزدیک می کند و فرصت می دهد تا صدای آنان در میان قانونگذاران استرالیا شنیده شود اعضای کابینه دولت استرالیا از جمله کریس بوون وزیر تغییرات اقلیمی اندرو جایلز وزیر مهاجرت نیز در این نشست حضور داشتند و حمایت خود را از خواسته های هزارها اعلام کردند هدف از راه این گروه دوستی حمایت از خواسته های حقوق بشری هزارها و جستجوی راهکارهای عملی برای جلوگیری از کشتار نظاممند هزارها در افغانستان خوانده شده است این در حالی است که یونما به تازگی اعلام کرده است که قربانیان عملیات طالبان در سبک شبر دایکندی غیر مسلح بودند. قابل ذکر است که گروه طالبان در سوم ماه قوس با حمله بر منطقه سیوک و شیور از مربوطات مرکز ولایت دایکندی هشتن به شمول سه کودک را به شهادت رساندند و پنج نفر از خانواده های قربانیان را بازداشت کردند که تا به حال در نزد گروه طالبان زندانی است در گزارش آنتونی گوترش در زمینه آمده است که قربانیان یورش طالبان به منطقه سیوک و شبر مرکزی ولایت دایکندی غیر مسلح بودند. گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد همچنان یادآوری کرده است که در این عملیات طالبان پنج مرد و سه پسر را به شهادت رسانده و یک زن را زخمی کرده است. در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد همچنان گفته شده است که این کشتارها فرا قضایی بوده است. طالبان قربانیان را ما بغاوتگر خوانده و گفته بودند که آنان با نیروهای این گروه درگیر شده است. اما شهروندان کشور میپرسند که کودکان 11 ساله چگونه در برابر شما تفنگ به دست گرفته بود سفارت افغانستان در روم ایتالیا از افزایش قربانیان کشتی غرق شده حامل پناهجویان در ایتالیا خبر داد این سفارت در اعلامیه گفته است که 91 نفر از جان باختگان این حادثه شهروندان افغانستان هستند به گفته سفارت افغانستان در ایتالیا جسد 48 نفر تثبیت هویت شده و برای 46 نفر سند فوتی صادر شده است نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد میگوید که این کشور بارها از گروه طالبان خواسته است که حکومت فراگیر شامل نمایندگان همه گروه های مذهبی، زبانی و سیاسی تشکیل دهد. امیر سعید ایروانی گفته است که بر رسمیت شناختن حکومت طالبان مرتبط بر رعایت تعهدات این گروه از جمله ایجاد حکومت فراگیر است. این در حالی است که وزیر خارجه ایران بار دیگر بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کرده است. از سوی هم وزیران خارجه 23 کشور بر علاوه نماینده اتحادیه اروپا گویند که افغانستان در یک نیم سال گذشته شاهد یکی از شدیدترین سقوط حقوق بشری زنان و دختران در سطح جهان بوده است آنان در بیانیه مشترک به مناسبت روز جهان زن از گروه طالبان خواست است که تصمیمهایی هایی که حقوق زنان را محدود میکند لغو کند وزیران خارجه استرالیا، بلژیک، بلغاریا، کانادا، دنمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، عربستان سعودی هالند، نیوزلند، ناروی، قطر، کره جنوبی، اسپانیا، سویدن، سوئیس، ترکیه، امارات متحده عربی، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و نماینده عالی اتحادیه اروپا به گناه مشترک این بیانیه را صادر کردند. در بیانیه تاکید شده است که حمایت جامعه جهانی از مردم افغانستان مهم است زیرا ترس از اینکه که گروه طالبان دست به اقدامات بیشتری برای محدود کردن زنان بزند وجود دارد. در بیانیه تاکید شده است که احترام کامل به حقوق بشر و آزادی های اساسی زنان و دختران همچنان مشارکت برابر و معنادار آنان در جامعه نه تنها یک هدف بلکه پیش نیاز توسعه پایدار اقتصادی و سیاسی و برقرار صلح و ثبات در افغانستان است از توجه و همراهتان با سنترال افغانستان جهان سپاس تا درود دیگر بدرود